روس تو قد یعنی روسی شده تو قزاقستان بزرگ شده بعد این گفتش این چیز لاین تویستر لاین تویستر که میگن واسه که گرم کنن این اونه باشه همون هم این خیلی سخته نمیگن تو زبانه دیگه شو این ندیدی خواه همه شون هم اینجا سخته لاین تویستر همه شون چه شدیدم که چون

اید. اید. دم. دم. سلام اینجا خودکست <applause> <applause> خود <applause> <applause> سلام اینجا خودکسه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام این کنارم فرهاد بر... سلام آه، چی میخوای اسم <applause> و رو روی فرزاد نشسته پشت تمام دم و دستگاه اینجور صحبت ها ممنونم که هستی سلام سلام ها امروز قسمت 153 که داریم زبط میکنیم بچه ها یه نهار زدن عجیب خستن کارون که میخواست بخوابه که خوابم هم دیگه در نمیاد کارون رو میخواستیم نگهش داریم برای همین گفتیم سری ضبط کنیم مگه نه خوابیده بود اگه که نکرده بود داره میخواد بره چی میدی که فیلم برداری میشه دیگه تمام اداهایی که رو اینجوری نشون دادی تمام اداهایی که میای پنج و سر رو بعد جونم براتون میگه که اپیزود قبلی و ما با این تمام کردیم که کلی آدم پولدار رو فرزاد به ما نشون داد و این صحبت ها و من داشتم حالا همش به این فیلم کردم که این آدمای پولداری که وجود دارن به نظر شما سوال من حالا اینه برای این هفته اینی که آدم پولداری که وجود دارن به نظر شما باید کاری برای اون حالا جامعه که توش اصلا انجام بدن یعنی چیزی رو به اون جامعه بدهکار هستن یا یعنی اینکه حالا پولدارن موفق بودن تمام تلاشش هم خودشون کردن و نیازی هم نداره که حتما کاری رو برای اون جامعه بکنن فقط به صرف اینکه حالا تکس بیشتری میدن دیگه بسته و تمامه هم آره هم نه همین خب شما چی نظر حالا نمیخوای اصلا الابوریت بکنی آفکر فقط نه بخواب ببینم نظرتون چیه کارون بگو تو نظر نداری؟ چرا دارم و صرفم میاد داخل خب این بود قسم سال بچه ها این طور به نظر من باید قطعا کار انجام بدن بعد کار انجام بدن تو اینکه جامعه ازش رو انتظار داشته باشه که آقا تو مثلا پول دار شدی حالا بیا به ما مثلا یک قسمتی از مال و اموال تو بده نه اونا خودشون میتونن یعنی بهتره که مثلا والنتیری داوطلبانه بخواین کار بکنن ولی نه اینکه مردم چشم داشته داشته باشن به اینکه حتما مثلا بحثم بنیادی تره آره خود بزن به آدم دیپ بودن و اینا بگو نه من میگه مثلا اگه ساختار اون جامعه ای که اجازه میده مثلا یه سری آدم ها از یه حدی اون حد اوردرش خیلی بالایه مثلا اون داشتیم بیلیون صحبت میکرد میگم ساختار جامعه ساختار حالا نظام اقتصادی به نظران نباید اونطوری باشه که اجازه بده یه آدم یک نفر آدم مثلا مثل جف بزوس سی او آمازون, آمازون به بالای 100 بیلیون دلار ثروت برسه چرا خب بانک نیست همش سهام اون داره. کمپانیه ولی به نظر من نباید اینطوری باشه دیگه جامعه ای که توش اون همه آدم مثلا فقیر وجود داره کمونیستی توز... نمیشه یه جورایی اونطوری اگر نه که من که حالا اقتصاددان نیستم که بگم حالا در مقابل این قضیه چی میتونه باشه ولی کشوری مثل آمریکا که اون همه آدم فقیر توش داره توی همون بی ایریا که اکثر این کمپانیهای بزرگ حالا هدکوارتراشون اونجا هن. حالا اونایی که رفتن ما که نرفتیم ولی تعریفاشو شنیدی میگن که حالا اون منطقه خودش خیلی رونق داره و خیلی همه کسی هم که اونجا هستن درآمدای خوبی دارن ولی خب همونجا یه عالمه آدم هوملس از تمام مثلا چون کارکنای رستورانای اونجا همشون باید مثلا سه چهار ساعت تو راه باشن تا فقط برسن اونجا چون خونه های اون ناحیه خیلی گرون میشه این نظر بده حالا داشتم در موردش میخونم نوشته بودش که حالا این اعداد ارقام میتونه متفاوت باشه ولی توی همین اوردره که میگن 85 تا آدم پولدار پولدارترین آدم های جهان اندازه نصف پایین آدم, آدم های کل دنیا آ... اینو من هفته پیش گفتم 8 نفر نه 85 من اینو همون دیگه داشتم می‌خوندم از 85 دیدم تا 30 تا 3 یعنی مثلا اعداد ارقامش خیلی می‌تونه متفاوت باشه ولی کل بحثش اینه که یه تعداد خیلی آره شما... تو اردر 10 نفر به اندازه مثلا ا... چهار میلیارد نفر آدم پول دارن این قضیه آره اندازه نصف هم. جهان به آره قول معروف جهان هفت میلیارد خوردهی باشه اینا باله یعنی سه حالا چار... مثلا ده نفر آدم اندازه آره. سه چهار میلیارد نفر که خب حالا یه مصابه داشتم میخونم با آقای وارن بافت که کارون بهتون میگه کیه وارن بافت چیز هیرو فرزاد بیشتر وارن <تصحیح> بافت چیز دیگه حالا اینوست و یه بیزنسمن خیلی موفقیه که جزو معدود کسای غیر تکنولوژیه که توی تاپ 10 پولدار دنیا هست تو تاپ 10 اپیزود نگاه... قبل راجعشون صحبت شده نه نشد چرا من کارخونه سس دارن وار همه چی داره آره همه چی داره سس بازن و حالا <تصح> <آه تصح> <آه تصح> <آه تصح> <حش آه> تمام کسایی که حالا اینوستمنت و اینا انجام بدن حتما باید یه کتاب از این آدمو بخو خیلی آدم کارکشته و خیلی قابلیه دیگه آره که الان در حالا امروز فرزاد مثل که عوضش کرد ولی جزه می میگفتن که سومین امروز احتمالا شدن چهارمین مرد پولدار جهان که 87 بیلیون الان میلیارد میلیارد دلار میشه. دولار فارسیش می ملیارد. ملیارد دولار به قول معروف پول دارن و حالا داشت با این طرف یه مصاحبه میکرد که منظر من خیلی جالب بود من قبل از اینکه بخوام این اپیزودو برم همیشه می کردم که مثل فرهاد بود که آدمایی که پولدار شدن آقا طرف زحمت کشیده پولدار شده حالا به هر نحوی امیدوارم که حالا نحوی که هست مثلا غیرقانونی نباشه یا هر چیزی <applause> ولی و اون آدم هیچ چیزی یا دینی نداره که بخواد ادا بکنه به اون در واقع جامعه, جامعه که داره توی زندگی میکنه حالا اگر این کارو بکنه دمش هم خیلی ممنون مثلا تو داری کمک میکنی به انسانیت و اینا ولی به نظر شخصی من اینطوری میومد که این دینی رو نداره بکنه بعد داشتم در موردش حالا میخوندم نشه که یه مسابقه کرد با آقای بافت نشودش که الان دنیا یه جوری طراحی شده که بعضی از استعدادها بیشتر از استعدادهای دیگه پول در میارن مثلا تو میتونی هم. بهترین آهنگر دنیا باشی و مثلا خیلی کارت خوب باشه ولی قاعدتا از بهترین فوتبالیست جهان خیلی کمتر پول در و مثلا میتونی بهترین فوتبالیست باشی ولی شاید از کسی که یه شم اقتصادی خیلی خوبی داره و جاهای خیلی خوب سرمایه گذاری میکنه معمولا کمتر پول در میاری برای همین میگفتش که اون وظیفه اون آدم هایی که خیلی پول در میارن و اون استعدادی که الان دارن خیلی حالا توی این مارکتی که وجود داره خیلی داره حالا رونق داره و ازش میتونن راحت پول در بیارن اینی که بقیه کسایی که براشون کار میکنن یا حالا بقیه کسایی که توی اینداستری های مختلف حالا زیر پرچم این مثلا این شخص هستن به قول معروف اینی که باید هواشون داشته باشی که اونا بتونن زندگی مرفه و خوبی داشته باشن و میگفتش که دقیقا برمیگرده به همون صحبت کارون که میگفتش که این نظام اقتصادی که وجود داره اجازه میده که اتفاق بیفته میگفتش که بعضی از استعدادها خیلی بیشتر از بقیه استعداد ها الان پول در میاره و این ممکنه عوض بشه شاید مثلا چون هم پنجاه سال دیگه شاید مثلا بیشترین پول رو دکترا در بیارن ام. ام. مثلا تا به اون کسایی که تو کار مارکت, تو کار حالا مارکت و استاک اکسچنج و یا اینکه حالا اینوست کردن توی تکنولوژی های خیلی خوبن و خودش حالا خودش رو نمیگفت ولی اون کسی که در موردش نوشته بود میگفتش که یکی از شخصی یکی از های خیلی خوبی که آقای وارن بافت داره اینه که توی تکنولوژی های خیلی خوبی سرمایه گذاری میکنه یعنی این رو میدونه که کجا باید سرمایه گذاری بکنه و خودش نوشته بودش که اگر که اینو از من بگیرن و بگن که الان مثلا پول توی ورزشه و من روزی دوازده ساعت ورزش بکنم شبا هم که مثلا یکی منو تمرین بده صبح در ورزش بکنم شبام هم خودم تمرین بکنم بازم خوب نمیشم بازم به هیچ جایی نمیرسم حالا به صرف اینکه فقط استعداد شد حالا ندارم به جای نمیرسم دیگه به خاطر که حالا چی هم تلاش بکنم به اون خوبی نمیشم و میگفتش که مثلا اگر که الان اه... کسایی هم مثلا که مثلا چون استعدادشون توی آشپزیه ولی خب حالا الان اقتصادی در واقع جامعه که هست بیشتر داره به تکنولوژی ها پول میده اگر که واقعا خیلی هم تلاش بکنن شاید نتونن انقدر خوب بشن توش که بتونن اینطوری حالا سرمایه‌گذاری بکنن و به جای مختلف برسن آره حالا این وارن بافت خیلی آدم باسوادیه خیلی کتاب میخونه داری عددش رو که چقدر سال یاد میخونه نه عزیزی ننوشتم عددش من یادم نیست خیلی عدد عجیبیه که یه جا نقل قول شده بود ازش که گفته بودش تعداد کتاب های خوبی که دو دنیا میاد خیلی بیشتر از مثلا سرعت کتاب خوندن منه و من نمیرسم همه اینا رو بخونم و خب این آدمی که با سوادش به اینجا رسیده خیلی معروف خیلی کتاب خودش نوشته که حالا به بقیه بگی که چجوری این کار رو میکنه ولی همین نکته ای که گفته بود حالا مثال آمازون رو زدیم این آقای جف بزوس اولین نفری که از 100 میلیارد دلار ثروتش گذشت رو دنیا تا سالهای سال بیل گیتس نفر اول بود بعد که حالا آمازون افتاد رو بورس و سهامشون یه حد دلار دو رو رد کرد هر دونه سهمش اینا خیلی یه ارزش شرکت رفت بالا بعد حالا نقل میشه همیشه که شرایط کسایی که توی انبارهای آمازون کار میکنه آمازون میدونی آره. فروشگاه آنلاینه که خب همه چی دلیور میکنه ولی تمام کارش اون نیست آمازون حالا یه سری پروژه ریسرچ محرمانی داره که اونا جداست ولی خب یا علمه دیو... رو همشون میدونه نه محرمانه <تصفح> <تصفح> یا علمه دیولوپر رو اینا داره که آدم های کامپیوتر اونا همه حقوقای خوب میگیرن ولی کار که میرسه به اون کارگر ساده ای که تو انبارش زندگی میکنه من شدم اونا خیلی تحت فشاره و خیلی زندگی سختی دارن من میگم توزیع ثروت نباید اینجوری ناعادلانه باشه به خاطر همینه من مطمئنم خیلی از کارکنان اه... آمازون تو شرط سختی زندگی میکنن و نمیشه صاحب یه شرکت 100 بیلی... میلیارد دلار پول داشته باشه که اصلا عددش اصلا نمیتونی با اون عدد هیچ کاری بکنی ولی اه... کارمندای تو زندگی مناسبی نداشته باشن باید به نظر من از اه... بالای سری قوانین اعمال بشه که اینجوری افسار گسیخته ملت اه... پولدار نشن چیزی عدد دقیق نیست که یعنی اعدادی مختلفی ولی یه چیزی که همه نوشتن انگار روزی 500 صفحه کتاب میخونه آره من یادم خیلی عدد 500 صفحه بعد تو چه روزی یه کتاب نه همون دیگه حالا چیزی که از آدمایی که گوش هم کتاب مثلا. میخونن بعد از یه مدتی سرعت خوندن خیلی بالاتر میره بعد یزی حالا به من یاد داده بودن که مثلا مقاله خوندن مثل اینکه میگن که جمله اول رو بخونین جمله آخر و این دوتا باید به قول معروف توی مقاله های خیلی خیلی حالا علمی که نه که این اولی و دومی این کل این چیزی که هست و پاراگرافی که هست و میاد خلاصه میکنه ام 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 و مثلا مثلا کسایی که میخواستن بیزنسی بخوان اینطوریه ولی موقعی که سرعت خونت بره بالا میتونی همین کار انجام بدی من خودم صورت خونه خیلی پایین ترجمه میدم گوش بدم نه، نه تا حالا بحث اینه که آدمی که اون موفقه و اون ثروت داره هنوز احساس کمبود میکنه و انقدر کتاب میخونه ببین حالا ما کجای داستانیم که هیچ کدوم کارا رو نکردیم که تو اگه عکس داشته باشه کتاب من میخونم عکس رنگی هم بخونم کارون این بد نیست که این آدم میتونن تو این اوردر این مقدار سرمایه رو داشته باشن بعد یعنی میگم این که یعنی میگه آره اصلا لکنت میگی که مثلا جامعه باید جوری استراکچرش باشه که نذارین افراد از یه از یه سقفی بالاتر درآمد داشته باشن من میگم چرا میتونن داشته باشن ولی در عین حال یه یه راهی براشون باشه یه چیزی باشه بازشون که بیان مثلا مثل کاری که الان بیل گیتس و خانومش دارن میکنن بیان مثلا به یه قشر خیلی ضعیف و خیلی کم دیده شده توی یه گوشه دنیا مثلا بیان اون هزینهشون صرف بکنن که مثلا ایبولا یا مثلا مالاریا یا مثلا ایدز و ریشه کم بکنن به من کاری ندارم طرف ثروتش تو بگو اصلا 200 میلیون دلار خب وقتی یه سری آدم هستن که لنگ روزی مثلا 5 دلارن از این ناعادلانه است حرف غیر منطقی هم نمیزنم اگه یه گوشه از دنیا یه آدمی باشه که اونقدر پول نداشته باشه ناعادلانه است با برگو... با که عدالت برقرار که آدمایی که نه نه آدمایی که از اون ور بهش نگاه میکنن اینی که تو نمیدونی اون کسی که لنگ 5 دلار واقعا چقدر داره تلاش میکنه یعنی اگر که واقعا کسی هست که لنگ پنج دلار و داره تمام تلاش میکنه ولی هیچ جا به هی جایی نمیرسه اون یه بحث جداست ولی کسایی هم هستن که ما هم میشناسیم که طرف واقعا فقط نشسته خونه و بر این باوره که باید بهش مثلا پول برسه یا بر این باوره شروع ولی خب شما نمیدونی این آدمی هم که پول شده چی کارا کرده چند تا از اون, برای از اون طرف چند تا از اون آدم پرسنی. ها رو تو شرایطی گذاشته که لنگ پنج دلار باشن بالاخره حالا ثروت این و جف بزوس اینا که خودشون که کار نمیکنن بالاخره یه عالم کارمند داشتن اونا همه نقش داشتن تو این قضیه درست. الان این فرزاد آورده بالا اولی شف بیسوس اند فامیلی و خانه دومیش بیل گیت سومیش وارن بافت چهارمیش برنارد چند کسی تو گفتی آقای, آقای, آقای لوی ویتان چهارم الان نه احتمالا اینی که فرزاد گفت اینی که فرزاد گفت جایی تره خانم کایل جنر هم البته جوان ترین هستن بیلیونر هستن جوان ترین بیلیونر هستن حالا یه چیز جالبی که من توی یه پادکست شنیدم چند روز پیش این بود که اه... با <تصفح> 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 یکی از رقبا <تصفح> این بود که بحث خانواده کارداشیان شد و اینکه حالا ما اینا چه شکلی به این جایگاهی که هستن رسیدن رو به این درآمدی که دارن اینا و همه شروع کردن اینا رو دیس کردن مثلا کیم کیم کارداشیان که حالا معروف ترینش نه همش تقریبا معروفه هم. من نمیشه بعد کیم کارداشیان نمیشناسی؟ شنیدم فقط اکسشو نشون بدن نمیشناسی؟ میشناسی؟ منحنه کیمو بیارید بابا بعد بعد میگفتش که خیلی فعال تو زمینه آزاد کردن زندانیا ها زندانی که مثلا جرمای خیلی بدی ندارن مثلا سر بدهی و اینا تو زندان افتادن و خب مثلا من خ... خانوم کارنشیان من چیزی که شنیدم منم توی پادکست شنیده بودم که این اتفاقی که افتاده بوده یکی بهش یه توییتی میزنه که مثلا میگه که آره من مثلا شوهرم اینقدر وقته که تو زندانه فقط به خاطر بدهی و این حرفا خیلی تحت تاثیر قرار میگیره موقعی که میره توی وایت هاوس یه با اینا رو دعوت میکنن که برن حالا رئیس جمهور رو ببینن و وایت هاوسو ببینن و اینا صرف. کاخ سفید رو با ترامپ اینو مشورت میکنه و الان زدن تو کار چیز آزاد کردن زندانیا و داره چیز میخونه داره وکالت میخونه که خودش بره وکیل بشه و بتونه این کار رو انجام بده مثل اینکه پدرشون هم وکیل قهاری بودن حالا بحث شما شما من عدد بدم بفهمی میدونی که انتخابات آمریکا نزدیکه بله 2020 آمد این اینا دوباره انتخابات دارن و اینا این آقای ترامپ شروع کرده کمپینش رو ران کردن و که بدوه در واقع برای انتخابات بله تو توی 24 ساعت نزدیک 30 میلیون دلار این پول ریز کرده که از کمپینش حمایت بشه و به تبلیغات توی 24 ساعت 30 میلیون دلار عدد ریز من ده. از 24 میلیون شنیدم تا 30 میلیون یه چیز توی هم... باز 20 میلیون اصلا آقا 10 میلیون هم نه 24 میلیون توی 24 ساعت اول فقط پول ریز که میره تبلیغات کنه یعنی مثلا تمام اون کارهای تبلیغاتیشو که میکنه پولش از کار رو... اصلا به نظر من متاسف بود برای همچین دنیای 24 و 8 میلیون آره عدد اصلا به نظر من متاسف کشی برای این دنیا نظر شخصی من دیگه نه میگم افراد با توش میتونه اینجوری پول ریز کنه به خاطر کمپین انتخاباتیش که بعد بیاد بگه باید دیوار بکشیم که مکزیکی ها نیان ایرانی ها هم که راه نمیدیم بابا. الان که با مکزیکی ها را افتادی الان چه چه با هم دیگه دیل کردن خیلی الان با هم دیگه اوکی داشی شدن آره الان با سیز مکزیک خیلی داشتی یه دنه تریدم امزا بیزنسمن ورشکسته که بیاد بشه رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا همین میشه چی داری برامون تمام شدی خیلی زود به نتیجه رسید خیلی شما سریع قبول کردید از من که آدم نباید من فکر کردم شما مثلا چی قبول که کردی که آدمای پولدار باید به جامعهشون کمک بکنن من که نه بودم غلط یارو اونقدر نباید پولدار بشه حالا یه زدی که بود همین آقای وارن بافت و چند تا آدم دیگه با همدیگه شروع کردن یه سری چریتی درست کردن چیزای خیلیه الان با بیل هم یه دونه مثل اینکه درست کردن با هم و اینا مثل اینکه نصف درآمدشون رو هر چخص که هست نصف اون پولی که دارن رو موقع مرگشون میدن به این چریتی ها هره. تو اپیزود اولی خودکست ز... ز... خود. من راجی خود. سو... حالا داشتم میخونم خیلی جالب بود داشتن یه در واقع آدم خیلی فلسفی بوده 1919 اسمش گرت بوده فامیلیش در واقع گرت بوده که حالا داشتن یه اسی نوشته بود که خیلی جالب بود نوشته بودش که اگر که آدما پولدار از دنیا برن خیلی زندگیشون از بین رفته میگفتش که آدما به نظر اون حالا میگفتش که آدما باید بیان پولدار بشن و سعی کنن اون فاصله بین آدم های خیلی پولدار و خیلی فقیر رو بتونن کم بکنن با زندگیشون میگفتش که به نظر من نبر پولتون رو حالا همطوری بدین به بچه هاتون همطوری توی فامیلتون بذارین بمونه بعد برای زندگی بهش کن برای حالا بهتر شدن اون جامعه و زندگی افراد دیگه بهش کمک بکنین خلاصه میگم من خودم اولش داشتم فکر میکردم اولش میخواستم از اون ور بهش وارد بشم که اون نه برای چی آدم مثلا باید به این تصمیم میگفت از این ور وارد آره دیگه آخه در موردش خوندم نظرم عوض شد یعنی آره من خودم توی ذهن خودم همیشه فکر کردم که اینکه آدم ها همیشه توی ذهنشونی که آدمی که پول داره باید به ما کمک بکنه بعد به آدم های فقر کمک بکنه به نظر من می که آقا نه برای چی طرف هفته کار کرده زندگی کرده حالا سختی کشیده همین نکته همین بود دیگه ما هفته پیش من سیمولیشن رو گفتم لزومن یارو با سختی کشیدن خودش و صرف تلاش شخصی به اونجا نرسیده خوش شانس بوده یه عالمه ایونت خوب براش اتفاق افتاده بگو ببینم تو چی داری برامون بله اصلا چیزی نداری چرا در مورد چون بحث دوباره بحث رو بیلیون و این پول. ناسا تصمیم گرفته که ناصر؟ ناصر ناسا 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 یه تصمیمی که تا سال 2020 که در واقع یه سال دیگه امید. میشه سال دیگه آره 2020 را بندازن سفر کنی به اینترنشنال اسپیس استیشن آره 35000 دلار 35000 دلار شب مر آخه اونجا شب نمیشه همه شبه آره این شبیه شبیه سی هزار دلار شبی؟ آره نوشته که سال 2020 ناسا میخواد یه دونه ایستگاه فضایی توریستی درست بکنه که شبی 35000 دلار یا 27500 یورو تومانش 2020 اجازه میده توریستا اینترنشنال اسپیس استیشن رو آره برن نگاه داره. همینی که هست بعد کلش قضیه همینه که الان چون مال ناسا مال گاورمنته آمریکا و ایناست ولی میخواد خصوصی بشه و اونم ویزا میخواد دوباره مثلا بخواد اون ایرانی ها رو راه نمیدن ولی جوار بری اون بالا مثلا از اسپانیا عکس بندازی من, من فکر کنم ایمان, با بار... فناطن... با... با... ایمان با فراتر ایمان با کارایی که کرده تا الان پرواز و نمیدونم اینا اینو بره یه دو شب مثلا یه دو شب بره بالا دیروز دیشب بودم خونه اینا بعد خارم برش گفتش من تولد <تصفيق> <تصفيق> از دقیق روز تولدم که یه اتفاق افتاد نرسیدم به تولد خودم نیده بودم خواهرم بعد گفتش که آره من کادوی تولد رو مثلا داشتین رو سوال میکرد گفتش که آره الان آپشن داری که مثلا زای مختلفه من میخواستم یا برای کلاس از بگیرم یا همین خرابانیت تو مثلا یه،, یه دونه کلاس دیگه برای بگیرم گفتم ببین چیزهایی که من سوارشون میشم خیلی زیاد ماشینه، <applause> موتور هواپیماست دیگه اسب واقعا نیاز ندارم بهش اضافه کنم الان دیگه همون خلابانی ادامه پیدا کرد اونو گرفتید دیگه هم آره دیگه الان دارم اونو ادامه میدم دیگه چی داری برامون؟ خبر بعد در خبر بعدی در بقید. خبر بعد فکر کنم می‌خوای صحبت کنی؟ بگیت. بکنیم من که اصلا نفسم در نمیاد اسمش چرنوبیل یه سریال جدیدی که اومده توی اچ پی اومده حالا 100 درصد توی ایران هم اینا سریع بله بله میشه میاد دیگه ام... که من به همه پیشنهاد میکنم ببینید بر اساس واقعیت اون راکتور هسته‌ای که توی چرنوبیل منفجر شد روسیه گفته که اصلا واقعیت نداره و دارن یه ورژن روسیشو میسازن حالا <تصفح> جالبه <تصفح> روسا خیلی که <applause> توی <applause> <applause> <بفت تصفيق> توی روسیه منفجر شد سال 1986 <applause> آره شوروی سابق در مورد اون ساختن که حالا هم مستند هم سریال و خیلی به نظر من جالب بود دیگه ذره نمیخوام اسپویلش بکنم ولی خیلی دردناک بعضی جوش اصلا آدم در خیلی و <تصفيق> آره که حالا خیلی جالبه خود شوروی سابق به قول فرهاد توی یه داکیومنت نوشته که از اون حادثه 31 نفر بیشتر نمردن ولی تخمین میزنم بین 4 تا 9 هزار نفر آدم اونجا فوت کردن تو این پروسه آه یعنی داکیومنت Do بعدم کلی میوتیشن داکیومنت ده آره کلی میوتیشن توی چیزا اتفاق جهش نسل ها های بعدیشون دوچار مشکل شده. الانم هم, الان هم تا صد سال دیگه اونجا کسی نمیتونه زندگی بکنه ولی مسافر میره میاد یعنی من عکس از مثلا دو هفته پیش دیدم تو گوگل مپس که ببینید از هفته خ... دو... از خود, خود داره رود شده آره رودویو داره یعنی ماشین گوگل اونجا میاد می یه دو گوگل هم, هم. هم فرستاد عکس گرفت الان چند تا اپیزودش اومده چه کلا مینی سریال 5 تا 5 تا اپیزود اومده فصل یکش تموم شده داره 5 تا ولی یه ساعت نه فکر کنم همین بود کلا اصلا فصل دیگه ای نداره اوکی ببینم این خبر در مورد من همیشه بدم میاد از پست و استوری ولی این خبر نشون میده که یه دونه پست یک جون یکی نجات داده و قضیه این بوده آه. که یه پسر 21 ساله همینطوری تو تگزاس نشسته بوده تو خونهش پلیس میاد تو خونه و اینا و به جرم اینکه رفته مثلا تو خونه دوست دختر قبلیش درو نه نکشته رفته تو مثلا حالا نمیدونم کاری کرده و آن یه کاری که مثل زرو برداشته با اون چیزا چاگو. با چاقو رو مثلا علامت خودش یه اکس زده مثلا حالا بعد این دختره آره <تصفح> بعد پلیس کامل این ایشونو چیز کرده بودن که مقصر یعنی اینو بعد دخترم گفته بود آره دختر گفته اینه بعد دو سال دو سالم دو سالم بوده دیگه اینا با هم نبودن یعنی کامل بوده بعد میرن دادگاه اینا 99 سال به این بنده خدای 21 ساله میگن شما زندان نه بابا با آره. خوب. و میگذره یه مثلا 6 6 7 ما فکر کنم هنوز حکم اجرا نشده بوده یا شده بوده رفته بوده به زندان دیگه بعد آره دیگه بوده بوده بوده. قبول کرده بودن به ناحق بره زندان بعد میبینن که بعد پلیس گفته بوده این جرم تو تو یک روز مثلا این ساعت اتفاق افتاده بوده تو هم مدرکی نداشته که بگی من ثابت کنی اونجا آره. نبودی یه ها اتفاقی میرن رو فیسبوک مامان پسره میبینن که همون مثلا دو سه ساعت قبل و بعد اون قضیه اینا بیرون, بیرون بودن رستوران چیزی بودن یه سلفی مامانه گذاشته بوده از خودشون فامیلی که دیگه با اون سلفی دو ساعت, بوده خب میتونه کشته باشه میتونه نه ولی خب یه چیزی موقع. بوده که بعد تازه میرن خود عکسم هم چون مثلا میتونه عکسو بعد فوت کرده باشه میفهمن که خود عکس اون موقع گرفته شده و دیگه ایشون آره. خیلی خوب عکس و فیلم و ماماناتون ام. که حالا پست میزنن انقدر قور نزنید <applause> ممکنه شما <باراز. تصفيق> زندان نجات بده من ما... هفته پیش بگم داریم بازم نه دیگه. شاید میگم دو سال بعدش جونتون نجات شما چی؟ جالب هفته بگم من, من هفته پیش یه تصادفی بر ماشین اتفاق افتاد یعنی یکی زده بود فرار کرده بود و ما فکر کردیم که خودمون زدیم انقدر طرف شیرین زده بود بعد من وقتی مشتم گرفتم از این خودتون شیرین زده بودین که فکر کردین خودتون زدین ها چی؟ نه از این دوربین جلو عقب گرفته بودم واسه ماشین هم که همیشه دوربین های جلو عقب دوربین نمیدونستم اولین بار فرهای گفت یه دوربین که میذارن جلو و عقب ماشین بیست فیلم میگیره آره مثلا تو پارکینگ وقتی ماشین هم خاموشه فیلم می‌گیره. آره خیلی عجیبه همیشه فیلم می‌گیره. و خلاصه دیگه ما فکر دشکم دیگه دشکم. اسمش دشکم من نشیده بودم اه. تا که فراد بگه تو ایران هم که نبود خوبه حالا بعد آره بعد یه لحظه آخر که دیگه ما قبول کردیم خودمون ماشین رو به یه جا و نمیدونیم و اینا دیگه من یادم افتاد که برم این دشت کمر رو نگاه کنم تو اولین چیزی که به ذهن رسید نبود که برم خب برای آخری... چی خریدیش بس حالا آه... اون جزئیات اخری... خیلی مطمئن بود که خودش آره. بعد خلاصه رفتیم چک کردیم و یه خانم خیلی شیک اومده بودن کوفتن تو کوفتن کوفتن توی سپر جلوی ماشین رو بعد دنده عقب گرفتن و پاک کردن کنار پاک کردن رفت. کنار رفتن و هیچی هم نگفته بودن چون قانون اینه که باید اطلاع بدی که مثلا من زدم بهت این شماره هم اینا خلاصه دیگه الان پلیس ایشون دنباله پلیس افتاد دنبالش و ما هم داریم من کمکی بعد بر, بر, ای... بر میاد از دست بچه‌ها می‌خواید تگشون کنیم خانومو اگه فیلش کردی نه فقط دعا کنید خیلی خوب. خوب. این دوربینه به کمک ما فضا دیگه تو هم چیزی نداری ها تمام صحبت هایی که جالب نشی تو هفته نه دیگه جالب ها رو قرار شد فرزاد بیمانی ماها که دیگه نمیگیم آره بک اصلا در بیار خیلی وقت در خیلی خوب این بود قسمت 153 خودکست ما توی تمام فضا مجازی اسم ما توی تلگرام توی فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین یوتیوب رو یوتیوب و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای پادکست تاکس که میتونید اونجا برای ما وایس اپ و مسیجاتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با تو دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 او حسن آهنگو نمیزنی برای میره داره دیگه <laughs>